در ادامه گلبانگ با شما هستیم، وقتتون خوش. و حالا میخواییم در رابطه به این موضوع صحبت بکنیم که چگونه هزینه های خود را مدیریت بکنیم، تایی که اگر قرضدار باشیم او را هم بتانیم بپردازیم و مشکل برای ما ایجاد نشه. یک بسید تصویر را تماشا میکنیم، در ادامه هم جناب احمد ایمان درویش یکی از اقتصاددان ها در کنار ما است، در رابطه به این موضوع صحبت میکنه، برای ما و شما رای حل میده و مسیر را مشخص میکنه. با هم میبینیم. خب باید صحبت بکنیم. بسید تصویری از زمان آماده شد براتون نشان میتونم. جناب درویش صبحتون بخیر و خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام و عرض ادب خدمت گرداننده خوب برنامه گلبانگ. سلامت و یک سلام گلبانگ و بینندگانی که ما را از تلویزیون کانال یک تماشا میکنن. سلامت زنده باشین. حالا جناب درویش چگونه هزینه های ما را مدیریت بکنه؟ سب علم اقتصاد یک کوتا باید گفت در یک جمله که از نظر ارسطو علم اقتصاد علم خانواده نامیده شده است. و ای که چگونه باید اقتصاد خانواده را مدیریت کنیم، چند نکته بسیار باریک و بسیار مهمی وجود داره. یک مسئله چگونگی توزیع منابع برای رسیدن به مطلوبیت. اشاره بکنیم سب که همه چگونگی توزیع به منابع منابع کمیابی که در دسترس خانواده است یا امو عایدات در از خانواده بسیار مهم است. توزیع اینمی منابع واضح است که یکی از اعضای خانواده اگر سهم بیشتری از عایدات را برای خود اختصاص بدهد، اینجا است که برای دیگران سهم کمی باقی خواهد ماند. راهکار، ما برای شما یک راه حل طلایی را پیشنهاد دارم بر تمام خانواده، چون خانواده ها تقسیم بندی اگر بکنیم فرصت شاید بسیار کم باشه. خانواده هایی که هزینه معین دارن، خانواده هایی که اعضای بیشتری از خانواده مسئول شغل آزاد هستند، بعضی از شغل های آزاد عاید یا امو درآمد مشخص ندارن، بعضی وقت کم است، بعضی زیاد. اینمی گپ به او خاطر من چون فرصت کم است میشه اشاره بکنم که یک اشاره به این بکنم که انتخاب قلب اقتصاد خانواده است. همه ای خانواده ها میخواین بهترین غذا را بخورن، بهترین مسکن داشته باشن، بهترین سفرهای داشته باشن، در بهترین نقطه شهر زندگی بکنن، از تمام امکانات و وسایل مدرن امروزی برخوردار باشن. اما واضح است که فیصدی کمی از خانواده ها است که به این خواسته ها نایل و یعنی این خواسته های خود به دست میارن یا زمان فرصت میتبخشن یا می هزینه یا می عایدی که دارن به این خواسته ها برسن. اما یک خانواده که متوسط و عاید برابر دارند، اینا در حدود کمی از این خواسته هایشان میرسن و باقی میمونن. نظر به این ما اینجا انتخاب پیشتر اشاره کردم به شما سب که انتخاب قلب اقتصاد خانواده است. چطور؟ ما همیشه در روزمره به هزارها مورد سر شاید بخوریم که انتخاب و تصمیم بگیریم. چرا؟ علم اقتصاد یک جای دیگه اشاره میکنه سب که علم تصمیم عقلانیت است. و وقتی که بر میخوریم کی باید کار بکنه، چند ساعت کار بکنن، چقدر مصرف بکنیم و در کجا زندگی کنیم و باقی مسائل، تمام این موارد را باید مد نظر گرفت و ایجا انتخاب مدره است. پس انتخاب قلب اقتصاد خانواده است. یک. دوم، اشاره بکنم به این راهکار طلایی که ما پیشتر به شما اشاره کردم سب، این است که اول یک لستی از خواسته های افراد خانواده نوشته شود، انتخاب های ممکن در نظر گرفته شود، و سه انتخاب ها را آنقدر به هم عوض کنند که به بهترین انتخاب با توجه به درآمدی که دارن برسن. درست؟ توجه کنید که هر خانواده سازمانی هست که تولید توزیع کالا انجام میدهد. به این منظور نیست که یعنی ارتباط به این بگیره مثل یک خط تولیدی کارخانه نیست. چرا؟ دلیلش این است که خانواده یک گروهی هستند که با هم در یک جا زندگی میکنن و حرکت
و وظیفه هر یک بردگر تاثیر گذار است. جناب درش ما میخوایم بیم یک مقدار خلاصتر سر این موضوع برنامه که من یک آدم قرضداره هستم، در این زمان کار میکنم، درآمد هم دارم، خب من چه کارهایی را انجام بدم تا که این پول قرض ما بپردازم دیگه؟ چه راهی وجود داره، چه شیوهایی وجود داره از نظر شما، چه راه کرده را، چه راه حل را برای من پیشنهاد میکنه؟ من چی بکنم که بالاخره قرض ما پردازم؟ بله، عرضم به حضورتان که امی اشاره صحبت پیشتر مطلوبش ماند. من پیشتر اشاره کردم که چی گونه توزیع منابع را به خاطر رسیدن به مطلوبیت ما روی دست بگیریم. مسئله پیشتر مسئله امی نکاتی بود که من اشاره کردم که باید دست گرفته شود، انتخاب‌ها عوض شوند و به نقطه بهیمه یا نقطه اکویلیبریوم امو خود اقتصاد برسند، نقطه تعادل بین درآمد و بین خرج. درست؟ حال بهترین و اقتصادی ترین انتخاب برای خانواده کدام است؟ هموی است یا همان انتخابی است که بیشترین رضایت خاطر را داشته باشه؟ درست؟ اینال اقتصاددانان به جای رضایت خاطر یک از یک کلمه اصطلاحی یا علمی مطلوبیت بحث میکنن و در نظر میگیرن و او تو میگن که بهترین انتخاب انتخابی است که بیشترین مطلوبیت را برای خانواده به بار بیاره. اینال راهکارهایی که اشاره کردیم وقتی که هزینه نکته باریکی که برای اکثریت دوستا و خانواده خیلی کم است، فقط نیم خانواده سب خانواده درست است خانواده سب یک چیزی را که باید در نظر بگیرن درآمد را مدیریت نبکنن، هزینه مدیریت شو، هزینه مدیریت شو و این هزینه آل یک در قدیم هزینه کردن یک روش اقتصادی بود و در عصر مدرن یا در قرن 21 میشه گفت هزینه کردن روش شده که افراد شخصیت خود را به نمایش میگذارند و اینمی باعث شده که مردم قرضدار شوند، مردم به خاطر از این که نمایش خوب تر بتن پولشان بیشتر مصرف شود و اسراف بکنن اینجاست که میگن سب سپاس. که قرآن در یک سوره 151 سوره آیه مبارکه 151 سوره شعرا که شما ولا لا تسر تتعول امر المصرفین، شما از اسراف کنندگان بیزار باشین و اسراف کنندگان خداوند دوست نداره. صد درصد دقیقاً اسراف کنند.